سلام دوستا امید که جرو و باشین بازم به با یک ویدیو جدید من خوش آمدین نظر به خواهش برادرای ما که از طریق پیام بر ما گفته بودن بشن چکن بوتی را آماده بسازم پس ما امروز خواستم به شما یک چکن بوتی بسیار مزادار آماده بسازم خوب در ابتدا ما تمام موادش به شما معرفی میکنم و به تقریبش یک جمعیریم و رو آماده میسازیم و شما میتونید وقتی که آماده بسازین با نان گرم خانگی و چپس ایرا نوشجان کنین حتی میتونید با برنج قابلی هر چیزی ایرا نوشجان کنین و ایرا حتما یک بار آماده بسازین خاطر که بسیار مزادار است ما مطمئن استم پشی ما نمیشین خب آل ما تمام مواد شد به شما معرفی میکنم مواد که ما خاطر چکن بوتی ضرورت داریم عبارتند است گوشت سینه مرغ نیم کیلو ماست چهارم سه یک گلاس سیر و زنجبیل کوبیده شده یک قاشق غذاخوری نمک مرچ سرخ گرم مساله گشنیز خشک زرچوبه مرچ پپریکا خشک زیره میده مرچ سرخ دانه و برگ البه قدر ضرورت روغن زیتون دو قاشق غذاخوری در قدم اول ما گوشت پاک سطره می شویم و ایره به دوتاهای خرد تقسیم می کنیم بعدا تمام مواد به این شکل آماده می سازیم و همی که تمام مواد آماده شد بعدا ایره اخته میکنیم مرغ البته مرغ در یک اضافه می کنیم باید آب نداشته باشه مرغ بعدا سیر و زنجبیل کوبیدش در بالای اضافه می کنیم به دقیبش ماست اضافه می کنیم بعدا تمام مسالجات و مرچ و نمک را که شما گفتم او هم اضافه میکنیم خوب همی که مسالجات اضافه کردیم به تقیبش برگ و هم اضافه میکنیم گیره به نام کسوری میتی هم میگن و به تقیبش روغن زیتون اضافه میکنیم و همچنان یک اندازه رنگ نارنجی اضافه میکنیم و ای اختیاری است که اگر شما اضافه خواستین اضافه کنین و اگر نخواستین اضافه نکنین او نظر به خواست خودتان است بعدا تمام مواد خوب با هم مخلوط میکنیم البته تا زمانی رو مخلوط کنین تا مواد با مرغ کاملا حل شود ببینین به این شکل خب همی که تمام مواد با هم مخلوط شد بعدا سر مواد یک پلاستیک میگیریم و ایره تقریبا بر نیم ساعت الا یک ساعت میمانیم تا ای کاملا اخته شد شما اگر میمان میاید میدن بر نیم ساعت هم بانید خب آل مواد کاملا اخته شده و تقریبا نیم ساعت سر ازی تیر شده بعدا ما یک پتنوس میگیریم و خود همی چوبک های کبابه و کباب داخل چوب به این شکل جا بجا میکنیم خب البته این کباب بعضا دستی های کباب که در گریل آماده میسازن جابجا جا به جا که نظر به خواست خودتان است که در گریل میخواین آماده بسازین و یا ای که داداش ما چون بعضا امکانات گریل ندارن از او خاطر خواست میر داداش رو ماده بسازم تا هر کس بتانه ای رو ماده بسازم حتی شما میتونی رو بالای گاز هم ماده بسازین البته از امی تاوه که کم دبلتر می باشه ایره می و همی چوبکارا بالای از تاوه میچینین و گاز روشن میکنین میکنین وقتی که داخت شد ایره رو پشت روی میکنین و به می شکل آماده یعنی طریقای آسان شم است خوب همی که تمام شا آماده ساختین بعدا یک پتنوس بگیرین کاغذ هم میمانیم و بعدا ام تمام گوشتای مرغ را آماده ساختیم روی کاغذ چرب قرار میدیم خب به این شکل دانه دانه تمام اینا را قرار میدیم خب همین شکل کبابا را تمام شاماده می سازیم البته باید متوجه باشین که خود داشه از قبل روشن کنین و داشه شما در دا 180 درجه بانید. و که کبابا آماده شد کبابا داخل داشت میمانیم و ایره میمانیم تا آماده شود البته اگر شما روغن کمتر اضافه کرده بودین و ای کم خشک بود میتونین روغن در یک آسکک بگیرین توسط برس امی که یک اندازه کباب آماده شد پشت روی از زیر چرب کنین و دوباره به داشت بانین البته ببینیم خانه بیخی پایین داشت ماندیم خودمی بی... بدنوسه. و حالا ببینین این تقریبا آماده شد و پایین روغن های و شما میتونید اینجا پشت روی کنین چون روغن داره من روغن اضافه نکردم و همی که آماده شد بعدا در قدم بعدی شما میتونین که کم دود برای اضافه کنین یعنی کم دود کنه به خاطر که مزی کباب بازاری رو بده و شما میتونید از این که خودش دود میکنه و مخصوص کباب یاستک میبینید اینه میمانیم داشت بسته میکنیم البته داشت باید گل باشه وقتی شما اینو میمانیم که کم دود بپیچه و امی که دود پیچید بعدا کبابا در یک ظرف میکشیم البته ما چپس ما آماده ساختیم در غوری چپس اضافه میکنم بعدا سیخای کباب, سیخای کباب روی قرار میدم یا می یعنی کباب چوب... چوبک های و شما میتونین امروز چتنی سرخ، چتنی سبز و یا هر خوش داشته باشین. نوش جان کنین. و یا با ترکاری ما اینجا چپس گرفتم امرا با نان گرم خانگی و شما اگر میخواین که نان گرم خانگی رو مده بسازین میتونین ویدیویش از فیسبوک ببینین. خب دوستا ای هم روغن است. هم روغن زفگیش که در زمان پختن ما بدست و شما میتونید از هم استفاده کنین و این واقعا بسیار مزادار است من مطمئن استم حتما خوشتان میه خب دوستا اگر این ویدیو ای ما خوشتان آمد حتما لایک کنین با دوستایتان شریک بسازین و در صورت که کدام سوال داشتین میتونید از طریق کامنت از ما بپرسین من حتما به شما جواب میدم و حالا ببینین این بسیار نرم و خوبش آماده شده خب دوستا شما میتونین ما را در فیسبوک و در یوتیوب هم دنبال کنین تا ویدیو بعدی خداوند یار و, و نگهدارتان باشه خدا آفز